اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. حالا در اینجا من میرم دیگه سراغ ریشه یابی. ما از نظر حب که یه امریست درونی میتونیم سه تا تصویر بکنیم. یک، حب به حیوانی که حیوانات هم وجود داره و از او هم غیرت هم نشأت میگیره، که میشه غیرت حیوان. ما بسیاری از حیوانات هم دارن. حب حیوانی است، غیرت هم غیرت چیه؟ حیوانش. دیدید که حیوانات نسبت به حفظ و حراست چی؟ فرزندان خودشون. دیدید که چجوری اینا چی میکنن؟ این مال اون غیرتشونه. البته مال اینا مقطعی هم هستش بعضیش، تا یه مقطعی است بعد بیکار نمیشن اینا از هم دیگه. ما حتی داریم بعضی روایاتمون گاهی میخواهن نکوهش کنن ما رو، میگن برو از خروس یاد بگیر غیرت را. تو روایتون نه، من که میگم من که چه جور نسبت به همسرانش غیرتمند است. من اینا رو میگم، خوب گوش کنین حرفا. نسبت به همسرداریش خروس غیرتمند است. دو، و اون حب انسانی است. حب انسانی این در ارتباط با عقل عملی است. یعنی انسان یه سنخ اموری در درونش هست که اینها آمیخته به وجود اوست، که من ازش تعبیر کردم به عقل عملی. حسن و قبح ها نسبت به یه سنخ از اعمال که ربطی به دین هم نداره. ظلم بد است، عدل خوب است، که اونم اهلش تو مسائل خودش، مسائل کلامی مطرح که در اینجا هم غیرت انسانی مطرح میشه در ارتباط با حب انسانی، که انسان دوست میدارد عدل را، دوست میدارد امانتداری را. شد از اون وقت حسن و قبح ها یه سن طبیعه، اونایی که حسن دوست میداره، اونایی که طبیعه بدش میداره. اون وقت نسبت به اون امور را که دوست می‌دارد و حسن است، اینجا وقت باید غیور باشه. بود انسانی شده باید غیور باشه، یعنی چی؟ حفظ کند اون را. این از امور فطری من است، این در عقل من حسن است، این و حفظش هم لازم است. کاری نکنم به این که این اموری را که آمیخته به وجود من هست از بین برود، که مثلا عفت یه چیزی نیست تحمیلی اکتسابی، مربوط به انسان است و حسن است و لذا حفظ این هم عقلا لازم است. ما هم در ارتباط با تعریف علمای اخلاق بگم که گفتن حفظ و حراست از امری را که عقلا چه لازم است حفظش، این مربوط به اینجاست. سوم، حبی است که در ارتباط با بعد دیگری از وجود است. بحث انسان نیست. این بحث انسان دائرش وسیعه. این نجا نه، یه مقدار دائرش یعنی مدارش تنگ میشه. و اون بعد معنوی انسان است که مربوط به معتقدات دینی و ایمان است. یعنی دلبستگی به ماورای طبیعت، دلبستگی به خداوند. اینجا باز
حب هست. باز این حب هم ازش نشأت میگیره غیرت، که اسمش میذاریم غیرت دینی، حفظ دین، که دین خودم رو حفظ کنم. ما این سه جور حب رو داریم، سه جور هم غیرت داریم. چون غیرت نشأت گرفته از چیه؟ گفتم از حب. اونچرا که علمای اخلاق مطرح میکنند در ارتباط با بعد انسانی است، غیرت انسانی است و غیرت دینی و ایمانی است. الغیره من الایمان، که داشتیم من الغیره من الایمان، اینجوریست. این مختصری بود در باب تقسیم بندی غیرت به اعتبار منشأ غیرت که عبارت از حب است. خب در جلسات گذشته این رو مطرح کردم که این پیوندهای ما با دیگران، هر کدوم از این پیوندها در پی دارد محبتها را، و هر محبتی از اینا که میاد در پی باید داشته باشه چی؟ غیرت را. این بحثی بود که من مطرح کردم. در اینجا من رفتم سراغ اولین محیط که قوی ترین پیوند هست و قوی ترین حب در اونجا هست، پیوند خانوادگی. البته فرزند است و پدر است و مادر است و برادر و خواهر قهرن اینا، که غالبا شدیدترین محبت ها در اینجاست. و انسان هم که از این عالم میره انقطاع کلی ندارد، فرزند دنباله وجودی و به منزله ادامه وجود ابوینش هست که مفید است برای او، که انه او از این نشأه هنوز نرفته هست و چه بسا بتواند با همین ادامه وجودش هم او بهره بگیرد در نشأه دیگر، که بس من این بود و روایاتی را هم مطرح کردم. عرض کردم این در ارتباط با اون تربیتی است که نسبت به فرزندش داشته. ما تعبیرات مختلفه داریم راجع به اولاد، که اولاد میراث الهی است. دو تعبیر داریم که اولاد امانتی است الهی. یه تعبیر من کردم که گفتم و اون است که اولاد ادامه هستی پدر و مادر در این نشأه است، لذا نباید انسان ادامه وجودش را منقطع کنه، بقا را در میخواد نه فنا را میخواد. از اون طرف هم هیچ نباید انسان در امانت خیانت بکنه. فطرت این رو میگه، خیانت قبیح است. یا تعبیر به اینکه میراث الهی است، که نباید انسان ارثیه را به هدر بدهد. به تعبیر دیگر هر چی تعبیر بکنم خیلی خوبه، ایناش که آدم خودش ادراک میکنه اینا. خب راه عدم انقطاع و راه اینکه انسان خیانت نکند، راه اینکه میراث را به هدر ندهد چیست؟ راهش مسئله ادب و تربیت است. من از اینجا وارد این بحث میشم. ما تو روایاتمون هم داریم که از علی علیه السلام خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین چیزی را که به ارث میگذارد پدر اون تربیتی است که او رو کرده. تو اون جلسه گفتم ارثیه تو مال نیست، چون رابطش اعتباری بود با تو دیگه، تو مالک نیست، مالی رفتی تموم شد. لذا ما در معارفمون این رو داریم که شما در ارتباط با خانوادتون، خاندانتون به طور کلی بیشترین سعی و کوششتون نذار برای مسائل مادی او، بلکه از این طرف بیشترین هم تو تربیت او باشد، چون ادامه وجود تو اوست، بقای تو به بقای چی؟ انسانیت اوست و معنویت اوست، خوب داره، نه حیوانیت او. اگر او از نظر بعد انسانیش تربیت بشه، از نظر
بعد معنویش ادامه حیات انسانی توست، اون وقت ادامه حیات معنوی توست. به این لحاظ میگم نه اینکه نگذار همه تو برای اداره جهات مادیش، نه، بیشتر رو اون چیز داشته باشن. من میخونم عبارت علی علیه السلام رو: لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک. اکثر دارا نه که به طور کلی، نه، یعنی بیشترین مشغولیات خودتو در این عالم که میخواد کار کنی بذاری برای اونا از در امور مادیشون، چون بعدش قشنگ توضیح میده. فَإِنْ يَكُنْ اَهْلُكَ وَوَلَدُكَ اَوْلِيَا اللَّهِ، این روشن میکنه قبلی رو. فَإِنَّ اللَّهِ لَا يُذِي اَوْلِيَاهُ، تو اگر بیایی کار کنی بیشتر همه تو بذاری برای اینکه اینها از دوستان خدا بشن، رو بعد معنوی اینها کار کنی، پیوند اینها رو با خدا محکم کنی، اگه این کارو بکنی اینو بدون خدا دوستانش هیچ وقت وا نمیذاره، رهاشون نمیکنه. اینو برو ولی اللهش بکن، وقتی این رابطه شد هیچ وقت مولا عبد رو رها نمیکنه. چه تعبیر بکنم، چقدر زیبا حالی میکنه. خیال کردی اگر تو مردی خدا هم نعوذ بالله میمیره؟ خدای او که نمیره، خدا اونم زنده است. اسم تو بیشتر این کار رو بذار روی بعد معنوی انسانی او. تو اگر غیرت میخوای به خرج بدی نسبت به او و حراست و حفظ کنی او را بر محور محبت نسبت به او، اونیست که تو انسان باقی بگذاری و بری، تو یک مؤمن بالله باقی بگذاری بری، نه یک حیوان چموش نعوذ بالله بگذاری و بری. چون از اون طرف هم هست، ولی من اون فقط این سمتش وارد شدم که اگر فقط روی محبت حیوانی و غیرت حیوانی بخوای کار کنی، فرق بین غیرت حیوانی و غیرت انسانی و غیرت دینی در اینه که اکثر چی شغلت رو برای این بگذاری. اینی که من عرض کردم جامعه اگر بخواد انسانی بشه، الهی بشه، باید رو غیرت انسانی جامعه کار بکنید، رو غیرت دینی جامعه کار بکنید، نه هی بری تو کانال غیرت‌های حیوانی و بعد اونها رو هی پررنگ کنی، هی پررنگ کنی که اونها رو تحت شعاع قرار بدی، که بعد نعوذ بالله دیگه یواش یواش اگر رخ برمندن غیرت دینی و انسانی از این جامعه، چیزی برای اون جامعه نمی. لذا اولین محیطی که این نقش رو ایفا داره میکنه همین محیط خانوادگی است و روی این بسیار تاکید شده که من عرض کردم از هنگام نطفه تا بعد. در اینجا این مسئله هست که این محیط خانوادگی که شدیدترین محبت درش هست و لذا باید غیرت هم قوی تر هم باشه، در این محیط انسان از نظر نقشی را که از مربیان در اون محیط میگیره نقشش خیلی اساسی است، سرنوشت سازه غیر اون محیط های دیگه است. نمیتون بگم من این مقدمتا بگم که این مشنشه انسان وقتی پا به این نشه میذاره، بچه که از مادر متولد میشه، از یه بعد اگر این رو نگاهش بکنی مفتور به فطرت هاییست که اینها آمیخته به وجود او هستن، که این فطرت ها در همین دو بعدی که ما بحث کردیم، عقل عملی، مسئله دینی، همون موقع که به دنیا آمده ها لازم نیست بهش بگی اکتسابی چیه، نیست، چون در بعد معنویش هم خدا جوست هم خدا خواه است، هم دنبال خدا میگرده هم خدا رو دوست.
این فطرتش. کل مولوده یولد و علل فطره اونمو عبوا اینجا داره. بعد فطرت هم معنی کن الفطرت و ید تاوید به گاره برستیز. این آمیخته یه بروشت نمیخواد تو تحمیل بهش بکنی، تو فقط یک کار بکن، این فطرت را بیا کمکش کن، شکوفاش کن، رو به رشدش ببر. ولی خودش سرمایه داره، چه در بعد الهیش چه در بعد انسانیش. همون موقع که پا به عرصه این نشأه گذاشت، تو فطرتش ظلم بده، عدل خوبه، فحش بده، دروغ بده، همه اینا، خیانت بده، امانت داری خوبه، اینا همه تو فطرته. یعنی همون مربوط بعد عقل چیه؟ عملیست. توجه کنید، تحمیلی نیست که تو بخوای بهش بگی. فقط وقتی اومد خرابکاری نکن. خواهشی که ازت داریم اینه که تو ضربه به این نزن، به این بچه خیانت داری میکنی، تو به این امانت الهی خیانت نکن، این خیانت داری نکن. حالا میگم خیانت ها چجوری، گاهی عملا گاهی لفظا، حالا میرسیم. اما یه سه امور هست که نه، اینها به عنوان ملکات نسبت به اعمال، که این بله صفحه صفحه پاکیست، هیچی توش نوشته نیست، از نظر ملکات پاک، هیچ ملکی نقش نداره. ملکی اینه و اونیست که با تکرار یک سنخ اعمال، چه از خودش صادر بشه چه از غیر که انعکاس پیدا بکنه رو رو، به صورت یک سنخ ملکی هست. اون چی که ما داریم معارفمون داریم و اونیست که اینهایی را که در فرض کن خانواده که محیط اولیست که داره چشم باز میکنه به انسانهای دیگر و چهره ها رو میبینه، اعمار رو میبینه، بعد یواش یواش به گوشش ایناست که دونه 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 جزء واردات او میشه و این روی صفحه سفید پاک اثر میذاره و نقش میبنده. اینجاست که دست گذاشتن، گفتن نه بعد مراقب بشه. تربیت در ارتباط اینجاست. ما خب در روایتون داریم، من حالا همین تعبیر را که هست باز علی علیه السلام است که به امام حسن خطاب کرد، فرمود انما قلب الحدث كالارض الخاليه ما القي فيها من شيء قبلته. هر چی توش بریزی میشه زمین مونه که توش به اصطلاح ما بذری درختی بنشان. فبادر تو کبل بالادب قبل ان يقسو قلبك. من این کار کردم قبل از آنی که این دلت سخت بشه، این زمینه که چیزی قبول نه عدبت کردم. این ابتدا که میاد پاک تمیز فطریاتی هم همراهش آورده، چه در بعد معنویش چه در بعد انسانیش، خدا توش نهاده اومده. اینجا مسئله مهم اینجاست، فرق بین این محیط با محیط های دیگه در اینه که در این محیط سریع تر نفوذ میکنه، سریع اثر میزنه. شدید در باب تعلیم و تعلم العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، سریع اثر میکنه و میمونه. هنوز چیه سخت نشده که بخوام زور بزنم وارد دل تو بکنم، چون اگر بری بالا این زمین رو دیگه نمیشه به این زودی چیزی توش با این زمین حتی شخم زدن نمیخواد. و این که بیاییم بخوام چیکار کنیم، سنگ و کلوخش رو نیرا جمع کنیم که بعد بکاریم، به قدری آماده است. اینی که اسلام آمده، میخواستم اینا رو بهتون بگم، این همه تکشه کرده به این که محیط خانواده، اون هم اونجا این رابطه قوی، آقا اینا در کاره که اولین محیطه که میخواد کار بکنه این ملکات رو در این دل پاک صاف
صفحه تمیز میخوای شما این کار رو بکنی. اینی هم که ما در روایاتمون داریم، این همه سفارش نسبت به مأموریت‌های الهیشون هم به اونها میگن اول برو سراغ خانوادت. لذا این همه سفارش که شده غیرت انسانی و الهی اقتضا میکنن که این رو تربیت کنی به آداب انسانی و الهی، یه انسان تحویل جامعه بده، یک مؤمن تحویل جامعه بده، نه یک حیوان. خدا حیوان دو پا زیاد داره، تو هیچ وقت دلسوزی نکنی از خدا که بخوای حیوان دو پا زیاد کنی، خیلی فراغون داره خدا. دنبال این باش که یک انسان تحویل جامعه بدی، یک مؤمن تحویل جامعه بدی و غیرت ایمانی و غیرت یعنی دینی و انسانیت اقتضای معنا رو میکنه. اگر حب صادقانه خالصانه، یعنی حب انسانی و الهی نسبت به او داری، که تو انسانی، مسئله حیوانیت اینجا در اونجا مطرح به معنی تحت و شعاع است. لذا علیه السلام میگه بیشترین کار تو باز او بذار، رسیدی اون مال حیوانیتش ها اون بذار باشه خدا بهش میده، مثل بقیه حیوانات رو که واسه شون اینا از گشنگی نمردن. خدمت فرصد تو بیابونا میچن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.